تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با سلام خدمت شما آقای بهبهانی و هموطنان سوگوارم. یاد شفیعه کدکنی میفتم که گفت ما را حتی امان گریه ندادند. این فاجعه عظیمی که در ایران رخ داد، به همه هموطنانم، مردم ایران، به خانواده های سوگوار، به مردم کانادا، به مردم سوئد، به افغانی های عزیز همسایگانمون و به مردم اوکراین تسلیت میگم. ما 5 ملت هستیم قربانی جنایت و جهالت یک مشت آدم کش. من دیدم همکار عزیزم وارد بحث‌های خانم انصاری وارد بحث‌های حقوقی شده بودند و بحث‌های خوبی هم بود، اطلاعات عمومی خوبی بود، ولی من میخوام یه لحظه از اون فضای استدلال‌های حقوقی خارج بشم، یه مثال بزنم. همینجور که ایشون صحبت میکرد به این فکر افتادم که اگه یک جاهل دیوانه‌ای بره یک کشتی رو به زور غصب بکنه و بعد به عنوان ناخدای این کشتی دستور بده حرکت کنیم به چپ، حرکت کنیم به راست و بزنه کشتی رو نابود کنه، مردم رو نابود بکنه، این درسته که عملش خطاییه، ولی این خطا نتیجهش جنایت و این آدم جنایتکاره. آخه این خامنه‌ای چه اطلاعی از مسائل نظامی داره؟ فرمانده کل قواه، سردارش، همه اخیراً باب شده توی تلویزیون ها، به خصوص میدم بی بی سی هی راجع به شخص دوم مملکت که این سپاهی بوده، قاتل سلیمانی بوده، صحبت میکنم. این کشور 120 سال قبل فارغ التحصیل سنسیر داشت، یکی از معتبرترین، هنوز معتبرترین دانشگاه‌های علوم نظامیه. حالا تو قرن 21 بعد از 120 سال یه آخوند که حد اکثر دونه خونه، در حد آخوند جدی هم نیست، این یه نوه خون فرمانده کل قوا شده و یه عده آدم مثل خودشون جمع کرده دور بر خودشون که بزرگترین هنرشون جهالت و تعصب و غارتگری و بیرحمیه. این سلامیه که فرمانده کل سپاه پاسدارانه تو مجلس برگشته گفته اگه ما نمیگفتیم اونا نمیفهمیدن، در حالی که دو روز قبلش یک کارشناسی آمده بود با بی بی سی صحبت میکرد، دقیقا گفت ما چجوری حساب کردیم، آدمی که این فیلم رو گرفته دست 3 کیلومتری بوده، فیلم رو که نگاه میکنه میبینی عرض کنم که شی خارجی بهش حسابت میکنه و اینها. بعد از این که دیدن دروغاشون نگرفته، یعنی اینا اصلا حالیشون نیستش که دیگران میفهمن، حالیشون نبود که دیگران میفهمن، تازه این فرمانده کلشون 100,000 تا آدم زیر دستش، سپاهی داره، فرمانده سپاه پاسداران، میاد تو مجلس میگه که ما اگه نمیگفتیم اینا متوجه نمیشدن.
اینا حتی اطلاع ندارن که یک کارشناس جوانی آمده تو بی بی سی عکس ها رو گفت تحلیل کردیم، اندازگیری کردیم، دیدیم و محاسبه کردیم، یه شی خارجی خورده. بعدش هم عکس هایی که از محل تقسیم شده، یعنی توزیع شده بود، حتی برای کارشناسان مشخص میکرد که در اینجا یه جنایتی اتفاق افتاده. اینا میخواستن جنایت بپوشونن، دیدن جندش در آمده، ناچار عرض کنم که آمدن و اقرار کردن. اما این جنایتی که اتفاق افتاده، حتی اگر حرفهای رژیم رو هم بپذیریم که نمیشه پذیرفت، برای اینکه اینا 48 ساعت قبلش میگفتن که چه میدونم تا یه ساعت قبلش، همون موقعی که این حرفا رو میزدن تو مجلس، توی کیهان نوشته بود که این حرفا حرفای آمریکایی هست. همین امروز هم یه روزنامه‌نگاری یه تیتر قشنگ انتخاب که حالا اسمش یادم نیستش، که تو ایران بود و خارج هم نمیتونم، گفت که ما به تشییع جنازه اعتماد عمومی میرویم. روزنامه‌نگار هم اشتباه میکنه، برای اینکه که کسی به اینها اعتماد داره؟ به یه مش جانی اعتماد داره؟ عکس های گلوله دیده میشد در بدنه هواپیما. جمع کردن جسد ها رو، جمع کردن آثار جرم رو، گفتن ما جعبه سیاه رو به کسی تحویل نمیدیم. در این جنایت 167 نفر کشته شدند و 147 نفر از اینها ایرانی بودن که ایرانی تبار بودن، که نصف اینها یعنی حدود 86 نفر ایرانی کانادایی بودن، بعدم 10 تا افغانی بودن، از مردمان کانادا فکر میکنم 5 تا بودن، سوئدی بود تو اینها. و به این ترتیب این جنایتکاران با اعمالی که کردند، حتی حقوقدان اهل وسواسی مثل من رو هم به عمدی بودن قضیه مظنون میکنه، هرچه دلایل کافی برای عمدی. من فکر میکنم اینا مثلا این سنسازی کردن بگن آمریکایی‌ها زدن، درست عکسشه که اینا میگن آمریکایی‌ها کردن این کار، آمریکایی‌ها یه همچین فضایی ایجاد کردن. ما خب مگه میشه که تمام اتفاقا در یک لحظه، اولا عرض کنم شرایط جنگی باشه و هواپیما بیان و برن و اینها، اینجا رو میشه گفت که اینا میخواستن ایجاد وحشت نشه تو فرودگاه ها، قیمت نمیدونم ارز بالا نره، چی اینا آمدن رفتن با آمریکاییان چه میدونم اطلاع دادن به وسیله اینجوری که به نظر میرسه خبر دادن ما اصلا به کجا میخوایم حمله بکنیم، و اونا هم خودشون جمع و جور کردن. علاوه تو این پادگانی که اینا حمله کردن، پایگاه مهمی که حمله کردن، علاوه بر آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها بودن، فنلاندی‌ها بودن، سوئدی‌ها بودن، دانمارکی‌ها بودن. بعدن هم آمدن اعلام کردن که ما قصد کشته گرفتن نداشتیم، ضمن اینکه گفتن 80 تا کشتیم، ولی بعدش آمدن اعلام کردن که ما قصد کشتن نداشتیم. حالا بعدش که رئیس جمهور آمریکا آمد، کسی کشته نشد، گفت تو سخنرانیش هم گفتش که خسارات جزئی وارد شده. جالبش اینه که بخشی از ایرانیان که اصولا اعتقادی به مفهوم مردم و ملت ندارند و یه روزگاری اعلام میکنن داشتی داریم یا هنوز هم اعلام میکنن، ولی عملا دنبال جلب سیاست خارجی هستن، میخوان از بالا نامه میمیسن به خامنه ای که نمیدونم رفسنجانی رو بذار، آقای رجبی رفسنجانی رو بذار اونجا، نمیدونم چی باشه. بعد عرض کنم که تبریک میگم بعضی از اینا به آقای پومپئو، به آقای ترامپ که بزن بکش. عرض کنم که اینا هم در همین قضیه به این شادی که الان مردم برای عزاداری تو خیابونا آمدن. امروز بعد از اون صحبت
عرض کنم که تیراندازی به سوی مردم بود. چند دقیقه قبل شنیدم، دیدم، فیلماشی دیدم که تیراندازی کردن، چندین نفر رو، امیدوارم که کشته نشده باشن، ولی حداقل 5-6 نفر رو زدن که غالب اینا خانوم ها بودن. در هر حال اینا قشنگ وسط این آتش میان اعلام میکنن که ما به دنبال تغییر نظام نیستیم. 9 ژانویه آقای مایک پنس و مشغول پایین آوردن تنش هستیم. همون روز هم همینایی که روزی که چی رو زدن، روزی که سلیمانی رو زدن و آقای رضا پهلوی برای اینکه سپاه اوقاتش تلف نشه دخالتی نکرد، مسعود رجبی بود و بعد از 14 سال آمد خودش نشون داد که من هستم. و درست همون روز 13 عرض کنم که روز 13 هم بود، همون روز 13 هم اینم بعد از 14 سال خودش نشون داد که بستم و میزنیم و بزنیم آتش بزنیم و با چی با کی، ولی گفت. در هر حال عرض کنم که 50% از ایرانیانی که در این جنایت از بین رفتن با این وضع فجیع، اینها دو تابعیتی بودن. این دیدم رژیم اینها شهید اعلام کرده، بعضی از این بخشای رژیم اینها شهید اعلام کرده. یه آقایی هم شنیدم گفتش که من بچه کوچیک رفت اونجا، نه فارسی بلد بود، نه فامیلاشو ببینه، نه فارسی بلد بود، نه اصلا میدونه شهید چیه، نه مسلمون، بچه از آلیش نیست. این آقا میگو حرفش هم درسته، توهین به شعور منه که بگن این بچه شهیده، حرفش هم کاملا درسته. در هر حال نتیجه این اعمال جنایتکارانه این شدش که تقریبا بیشتر هواپیماهای شرکت‌های بزرگ هواپیمایی مثل لوفتانزا، مثل هواپیمایی امارات، مثل هواپیمایی دبی، روسیه، قزاقستان، ایر فرانس، هواپیمایی اوکراین، اینا گفتن از اون منطقه دیگه ما حرکت نمی کنیم. آژانس هوایی اروپا هم توصیه کرده به شرکت‌های اروپایی که از اون منطقه حرکت نکنید. در این زمانی که این جنایتکاران 1500 تا میکشن، اصلا معلوم نیست جسد کجاست، و عرض کنم که ما را حتی امان گریه ندادند، این نویسندگان ما یک بار دیگه شجاعت و بزرگ اخلاقیشون رو به مردم ایران اثبات کردن. اینایی که صبح تا گروه میشن راجع به روشن فکر اینجوری تر معمولا توجه نمی کنن که اون زمانی که روشن فکر وزارت خوش میخواد انجام بده خیلی خیلی خوب انجام داد، ولی یه طرفی که نیست، بازی سیاسی دو طرف داره، ولی حاکم وقت حرف گوش نمی کرد. این اخیرا دیدم آقای همنشین بهار منتشر کردن نامه بسیار بسیار قشنگی رو که فرهیختگان 58 از فرهیختگان ایران نوشته بودن، نامه های کانون وکلا رو پخش کردن. این طرف تن نمیداد. تو آبان 56 نوشتن آقا حاکمیت از آن مردم، احترام بگذارید به حاکمیت مردم، به قوانین، به قانون اساسی. جالب این هستش که این اشخاصی که خودشون علیه قانون اساسی مشروطیت قیام کردن، آمدن فرار که کردن، آمدن شورا مشروطه خواه، و اشخاصی رو که از قانون اساسی دفاع میکردن، از جمله حقوقدانان ایران، از جمله فرهیختگان ایران، از جمله قانون نویسندگان، اینا شدن ضد انقلاب، اینا شدن انقلابی و طرفدار مشروطه. همه اینا عرض کنم که اگه از سوابقشون مراجعه کنید میبینید که اصلا اون زمان صحبتی از مشروطیت نمیکردن، هیچ اصلا دشمن مشروطیت بودن، دستگاه‌های گوناگون خودشون مشغول. در هر حال میبینید اشخاص گوناگون یک دفعه چهرهای عجیبی از خودشون نشون میدن. اردشیر زاهدی، داماد اعلی حضرت، داماد سابق اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، چون سر ارثیه همسر سابقش که منطقا باید برسه به دختر مشترک دختر اینها، آمده
و شروع کرده به تعریف کردن از سلیمانی، شده مثل دولت آبادی، شده مثل محمود دولت آبادی. معذرت بخوام، دیدم که محمود دولت آبادی رفت دوباره یه دونه ناله جدید نوشته که نمیدونم چی، دردهای این مردم منو از کار افتاده کرد، منو بدبخت کرد. اینا من نمیفهمم. 367 نفر رو آقا میبینه اما اون 1500 تا نمیبینه، کشتارها رو نمیبینه، کارنامه این رژیم رو نمیبینه. چون این 167 نفر عرض کنم حضورتون حامیانی دارن، اون هم به علت اینکه جزء غالب اینها یا ساکن کشورهای دیگه بودن یا جزء اتباع اونها محسوب میشدن، بقیه مردم بیپناه ایران صحبتی نیست ازشون، نباید بشه. فقط همین ها هستش که کمر سلیمانی هستش که کمر تو رو میشکنه، خار میره تو دلت. و آقای اردشیر زاهدی یادش نمیاد که چجوری رژیم آدم میکشت، همین سلیمانی آدم میکشت. در هر حال توی همین هفته ما میبینیم که ملل متحد بعد از ماها، این اتفاق آرامکو مربوط به ماه سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر، ژانویه، عرض کنم 4 ماه پیش اتفاق افتاده، یه دفعه ملل متحد میگه، کارشناسا اعلام کردن که حوثی ها نبودن. کی بود؟ میگن ما مأمور این نیستیم بگیم کی بود، ما مأمور این هستیم ببینیم کی نبود. و واقعا آدم تعجب میکنه، یعنی برای من تصور این که مأمورین عالی رتبه ملل متحد که متخصصن، نظامی هن، رفتن دیدن اینا رو، حاضر نیستن یا اجازه ندارن که در مأموریتشون نیست که اعلام بکنن این عمل نظامی جنایتکارانه علیه همسایگان ما به وسیله چه کسی اتفاق افتاد. یک اصطلاحی رو دیروز از یکی از بزرگان شنیدم، فکر میکنم از آقای یغمایی شنیدم، میگفت سیدی کردن. گفتم سیدی کردن یعنی چه؟ گفت یعنی گدایی کردن. این البته این اصطلاح من تو مازندران نشنیده بودم، نمیدونم بود. گفتش تو یزد هم میگن، تو تهرونی هم میگن. این گدایی کردن کار اشخاصی مثل سید علی بود. خوندیم دیدیم حاج آقای شانه‌چی بارها به من گفتن، عرض کنم که یادش بخیر، در پاریس در ایام تبعید به من محبت میکردن و گاهی به منزل ما میامدن و چون من سر کار بودم با همسرم مینشستن توی اون آشپزخونه ما، جای قشنگی بود، مسلط بود به شهر، میشستن اونجا با حاج آقا از مصائب خودش، تمام بچه هاشی کشتن، دخترشی کشتن، دروسشی کشتن، نمیدونم بعد پسراش، پسرش کشتن، دخترشی کشتن، پسراشی کشتن، دخترشی کشتن، صحبت میکرد و بعد هم متأثر میشد، دوتایی شروع میکردن به گریه کردن. حاج آقا ایشان چی به من بارها گفتش من دلم میسوزه برای اینکه بچه های کوچیک من وقتی این میامد تهران برای این سفره میگذاشتن، برای این سفره، برای این آب میریختن، کنار این میشستن و روی زانوهای این بچه های من نشستن و این قاتل بچه های من بود. حالا در این امر شجاعت روشنفکران صحبت میکردم، به یاد تسلیت کانون نویسندگان افتادم که یک بخشیش رو من یادداشت کردم. نوشته این جانهای پرپر شده سبب ساز رخت بربستن جنایت و دروغ از این سرزمین شوند. و دیدیم
که بعد از صدور این دانشگاه ها بودن در سراسر کشور. من یه لیستی از این دانشگاه ها رو نوشته بودم، حالا اگه پیدا بکنم براتون میخونم. عرض کنم حضورتون در تمام کشور دانشگاه ها، از بابل، دانشگاه از بابل، رشت، تهران، دانشگاه صنعتی، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی، نزدیک بود بگم شهید بهشتی، دانشگاه طباطبایی، دانشگاه سمنان، در شیراز، در تمام کشور دانشجویان مردم رو، هنوز همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، چند دقیقه قبل من تلویزیون تماشا میکردم، تلویزیون های گوناگون تماشا میکردم، فیلم های از تیراندازی به طرف مردم پخش میشد که فیلم های زنده ای هم بودش. یعنی یک جامعه کل جامعه ایران، همون هایی که در آبان ماه برخواستن، مرعوب این چی میگن؟ این نشکشی نشدن. این نشکشی هم اگه کسی مطالعه بکنی میبینی که تقریبا تو تاریخ، من که پیدا نکردم، یعنی در تاریخ ایران من ندیدم، حالا البته من خیلی هم متخصص امور مربوط به نشکشی نیستم، این نش رو به کاظمین و بغداد و کربلا و اهواز و مشهد و تهران و قم بردم تا رسوندم به کرمان. در کرمان من با یه آدمی که تو اون شهر زندگی کرده، اون شهر رو میشناسه، اون گورستان رو، اسمش از گورستان گلزار، گلزار شهدا مثلا، حالا اون گورستان رو دیده، گفت مردم رو یه جوری چیدن که این دراز بتونن از بالا فیلم بگیرن و دراز نشون بدن. دیدم که آقای پشت بزرگوار، آقای دستمالچی هم با یک مصاحبه که میکردن گفتش که گفتن که یکی از مقامات مربوط به امر ترابری، حالا که مقامی بوده یادم نیست، گفت مثلا بیش از 90,000 ماشین وارد این شهر شده، از جای دیگه آمده. خب حالا این ماشین ها حتما توش اتوبوس بوده، توش نمیدونم کامیون های ارتشی بوده، نمیدونم مینیبوس بوده، اتومبیل های شخصی بوده، حالا همه اینا رو هم چی بکنیم، اینا رو ترجم بکنیم، یه چیزی مثلا بگیم که به طور متوسط تو هر کنیم از اینا 5 تا بوده، یه چیزی مثلا حدود 500,000 نفر بایستی از جای دیگه لشکرکشی کرده باشن. و این امکان برای رژیمی مثل رژیم ایران وجود داره. حالا عرض کنم که یکی از دوستان چیز خوبی گفت، گفتش که یک کسی بچهش میرفت به تهران، بهش میرفت به تهران، گفتش که اونجا که رفتی میگن یا بعضی وقتا میشنوی یا علی یا علی، خواهش میکنم که نرو جلو. گفت برای چی؟ گفت کارهای سنگین هستش، بلند کردن ماشین هست، نمیدونم کارهای سنگینه، کار سخته، بار سنگینه، نمیتونن، میگن یا علی باید رفت کمک کرد، کمر درد میگیره، ناقص میشه تو قربت. اما یه جایی که شنیدی یا حسین بودو، گفت چرا؟ گفت قیم و پلو میدن. اینها غالب این اشخاصی که آمدن از شبکه عظیم مساجدی که در زمان شاطعه داشت بود 50,000 تا، الان حداقل شده 100,000 تا، با بودجه های عظیم، اینا عرض کنم متخصص نشکشی هم پول حسابی هم میگیرن. بنابراین این مسئله این نیستش که مردمی عاشق مثلا چشم ابروی آقای خامنه ای هستن، اینجا صحبت یا حسین، غالب اینها دنبال قیمه هستن، یا علی بگی نمیان. چرا مثلا موقعی که اینا تظاهرات اعلام میکنن کسی نمیره، اینجوری نمیرن؟ چطور موقعی که اربعین را میندازن میگن چه میدونم میلیون ها رفتیم به چی، به نجف رفتیم، به کربلا رفتیم، پیاده پای پیاده رفتیم، برای اینکه وسط راه غذا میدن، پس اینا عرض کنم که ارزونتری به این اشخاص میدن، امکانات براشون فراهم میکنن. اینا گرسنگان هم غالب اینها گرسنگانی هستن که از موقعیت برای یه گردش، برای یه زیارت، برای این چیزا
نمیخوام حتی کلمه ای سوء استفاده نما بگم، برخوردار میشن از این بدبختی و گرسنگی و فقر و جهل، میرن بالاخره یک کشور هشت دولتی که بزرگترین کارفرما حدود 7-8 میلیون نفر مستمری بگیر داره، نمیتونم بسیجی داره، ارتشی داره، سپاهی داره، بیش از همه بسیجی، بعد آخوند داره، همه این آخونده و مساجد و اینا هر کدومشون 20 نفر هم که را بندازن این 100,000 تا مسجد میشه 2,000,000 نفر. حالا البته این دوست بزرگواری که کرمان رو میشناخت، جغرافیای شهر رو میشناخت، بعدش به من گفتش که عکسی هم کشید، گفت اینجا رو نگاه کن، این یه مثلثی کشید و گفت این اینجایی که پایان این مثلث جایی هستش که این اتومبیلایی که از جای دیگه آمدن اینجا در یک محوطه خیلی وسیعی پارک کردن، از اونجا برای اینکه بتونن جمعیت رو بزرگ نشون بدن. و بعد آقای ظریف برگرده و آقای ترامپ بگه که همچین جمعیتی در عمر دیدی، عرض کنم که این جمعیت رو از قاعده مثلث که جایی بود که ماشینا چه میدونم 100,000 تا ماشین، یه جای بزرگی میخواد 100,000 تا ماشین، هر کدوم از این ماشینا مثلا 15 متر مربع هم جا بخواد برای اینکه باید بیاد بره دند عقب بگیره بره جلو بره بیاد 15 متر که جا بخواد، یه چیزی مطلوب که چیز عجیب و غریب، یه مساحت بزرگی باید باشه که 100,000 تا ماشین هر کدوم 100,000 تا رو ضرب در 15 بکنه ببینید چقدر میشه، میشه مثلا یه میگه جایی که 1,500,000 متر مربع باشه حداقل. حالا از اون محل بین 20 تا 15 تا 20 کیلومتر تا این بهشت گلزار شهدا، حالا اسم دقیق محل یادم نیست ولی گلزار هم داره، عرض کنم که تا اونجا فاصله هستش. اینا به مردم، برای مردم امکانات آب فراهم نکردن. شما اگه مثلا یک گوسفند رو بخواید 12 کیلومتر راه ببرید، گوسفندی که وزنش یه چیزی مثلا 20 کیلو حد اکثر 20-25 کیلو هستش، اتفاقا این رو یکی از خوانین بزرگ شیراز هم به من گفت، گفت آقا اینو بی خود میگن، گوسفند هم بخواید اینطوری حرکت بدی این آب بخواد، این گوسفند عرض کنم که احتیاج به چی داره؟ احتیاج به دفع داره. این آدم ها رو اینا چجوری میتونستن صحبت 1,000,000 نفر؟ در هر حال ارقامشون مال خودشون مثل بقیه حرفاشون دروغ، ولی گفت که این مثل یک گیف شده آمده تا برسه به خیابونهای شهر که یک خیابونهای استاندارد شهر که در اینجا جمعیت تشنه و گرسنه و خسته فشار میاره برای اینکه باید بره دستشویی، فشار میاره برای اینکه گرسنه شه، فشار میاره برای اینکه تشنه شه، نفسش بند میاد تو جمعیت و بعد هم یه همچین بدبختی بی آبرویی برای خودشون اجرا میکنن، ایجاد میکنن و نشون میدن که چقدر بی لیاقت هم. من 2-3 هفته پیش در مورد صلاحیت اینها برای اداره آبریزگاه های کشور صحبت کردم که گفتم که چی بکنیم، این فضولات انسانی رو جمع بکنیم بدیم دست تمام حوزه های علمیه با همه علمشون، قطعا نمیتونن مستراح های کشور رو اداره کنن، قطعا نمیتونن. ولی خب ما حرکات بزرگ توده ای رو دیدیم که مردم چجوری روز 14 اسفند آمدن به احمد آباد. حالا ما اون مصدق بوده، ما عرض کنم که اونایی که تو تهران زندگی کردن سال 39 چی رو دیدن؟ تشییع جنازه مهوش دیدن. ببخشید من عرض کنم حضورتون که همه اینها انسان‌هایی هستن که در مشاغل گوناگون بودن، تختی رو دیدن، تشییع جنازه تختی رو دیدن، همین خودمون همین ماها دیدیم. این خواننده جوانی که فوت کرد، پاشایی اگر اشتباه نکنم، جمعیت عظیمی حرکت کرد،
اینا اشخاصی بودن که مردم علاقه داشتن بهشون، کسی اینا رو جمع نکرد، اینا خودشون رفتن. ولی ستاد بزرگ داشته نمیتونم تشییع جنازه این آقا، یه ثروت عجیب رو تو این سراغ خرج کرد برای اینکه آقای ظریف بتونه نمایش بده، و این نمایش هم نمایش مفتضحیه. اینا میگن 60 نفر کشته شده، بی خود میگن. تو این 200 که تعداد زیادی متاسفانه از بین خواهند رفت، این هموطنان گرسنه و بدبخت و جاهل ما از بین خواهند رفت. ببینید دیگه این حرفی نیستش که ضد انقلاب زده باشه. این حرف رو شهرداری تهران اعلام کرده، آقای سید مالک حسینی روز 10 ژانویه اعلام کرده. شهرداری تهران اطلاع میده، از شهری از مقامات شهرداری تهرانه، میگه که مراجعان به گرمخانه‌ها در تهران 25% افزایش یافت. کی میره تو گرمخانه‌ها؟ گورخواب‌ها. کی میره اونجا؟ کارتون خواب‌ها و اشخاص بی سر و سامونی که تو خیابون‌ها هستن. خب شما و این اشخاص رو که بهشون بگیم مواد غذایی بهت میدیم، توی اتوبوسی سوارت میکنیم، 2-3 روز میری برمیگردی، خب بدبخت ها میرن. چرا؟ برای اینکه مملکت فقیر شده، مملکت بدبخت شده به علت وجود این رژیم جنایتکار. در سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی ایران که حالا دیدم چند روز پیش روحانی گفت خیلی وضع اقتصادیمون خوبه، بانک جهانی همون روزی که این آقا گفت وضعمون خیلی خوبه نسبت به نمیدونم قبل بهتر شده و اینها، بانک جهانی میگه بالاترین رقم افت تولید ناخالص ملی رو ایران داشته. این حرف هم روز 10 ژانویه است. چرا این مسائل وجود داره؟ برای اینکه آزادی وجود نداره. اگه آزادی وجود داشته باشه میتونم بگن که آقا میخواین نمایش را بندازین، تبلیغات بکنین، هر کس خواست خودش میاد، مردم و گرسنگان و جهال و اینا را سوار نکنید، اینجوری بیارید و ببرید و به کشتن بدید. این بدبختا که گناهی نداره، اما چنین اتفاقی نمیفته. چرا؟ برای اینکه نمیشه حرف زد. چرا نمیشه حرف زد؟ نگاه کنید، نیما صفاری روزنامه‌نگار و شاعر در گرگان در زندان بیمار است، از دارو و درمان خبری نیست، میخوان بکشنش. همون بلایی که سر دکتر تابنده بود، البته دکتر تابنده آسیب پذیرتر بود به خاطر کهولتش، ولی وقتی 5 روز حساب غذا میکنه، بعضی از این اشخاصی که دور دکتر تابنده کاشته بودن گفتن که ایشون یک مقداری امساک کردن، اشتهاشون کم شده. تمام سندیکاهای بزرگ روزنامه‌نگاری جهان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران آمده و این رفتارها رو محکوم کرده. ولی کی گوش میکنه به این حرفو؟ محکوم کردن یعنی چه؟ من دیدم که امروز یه چیز دو تا مطلب به سراغ من آمده که خب خیلی دوست دارم اینا رو پیدا بکنم براتون بخونم. یکی از اینها مطلبی هستش که یک آقایی نوشته که بیایم دادخواست بدیم که این اشخاص محاکمه بشن، دادخواست بدیم برای محاکمه. منم دیدم خانم انصاری هم همین حرف رو زدن که اینها باید مورد محاکمه قرار بگیرن. با کدوم دستگاه قضایی؟ استناد کردن به قوانین خود این رژیم که طبق ماده مثلا چه میدونم فلان قانون مجازات اسلامی اینا بایستی محاکمه بشن.
ولی یه فقیه بالاتر از قانون اساسی، کسی که نمیتونه اینو عرض کنم محاکمه بکنه. دیدم آقای دوست بزرگوارم آقا جلیل که دوست عزیز مازندرانی من است، یک مطلب خوبی نوشته که درخواست کرده این آقا، عرض کنم که این اشخاص بایستی که مورد سوال قرار بگیرن. چه کسی میتونه از این اشخاص سوال کنه؟ کی هستن که روزنامه نگار با رعایت قوانین همین کشور میگه من داره حرف میزنه، میگه نیفکن زندان، وکیل دادگستری بر اساس قوانین همین کشور میاد میره دفاع میکنه، میگه میکنه این زندان. چگونه ممکنه که دیدم اینجا یک آقای کیان، حالا اسم کوچیکش میگم، مسئولان سقوط پرواز شماره 752 باید استعفا دهند و محاکمه شوند. حالا فرض کنیم که پاسداره رو گرفتیم، استعفا کرد، محاکمش هم کردیم، مشکل حل نمیشه. این آقا جلیل عزیزم آمده میگه که یک جنایتکاری در 25 سال پیش، همه میشناسن اونایی که تو بلژیک هستن، تو فرانسه، کشور فرانسه زبان حداقل خیلی خوب میشناسن، که یک جانی بوده که به کودکان تجاوز میکرده و این آدم رو دستگیر کردن. مارک لوترو اینو دستگیرش کردن. موقعی که داشت از زندان میآوردنش، میبردن، خیلی آدم بیباکی بود، مثل همین سلیمانی بود، آدم بیباکی بود. اصلاً که آدم بیباک از دست پلیس ها در رفت، رفت تو جنگل، بعد از 6 ساعت و نیم اینو گرفتن. ولی همین دوست ما آقا جلیل عزیز میمیسه میگه ولی همون چند ساعت افکار عمومی به قدری از این مسئله خشمگین شد، خشمگین نگران شد، که 3 از وزرا، از جمله وزیر کشور، وزیر دادگستری و نوشته و یک وزیر دیگر که یادم نیست کدام وزیر بود، استعفا دادن و از مردم عذرخواهی کردن. پادشاه در خارج از کشور بود، با عجله آمد و اینکه نخست وزیر استعفا کرد و کشور میبایست بیاد ببینی چی میخواد نخست وزیر بشه، که تونست دخالت بکنه به نخست وزیر. تو گناهی نداری، برای گناهی نداری، در رفت حالا که گرفتن بیمه سر کار. حالا خوشبختانه آقا جلیل ما که مازندرانی هستن و در زندان های این رژیم بوده، این رژیم خوب میشناسن، آخرین جملاتش این بود که اما در کشور ما جمهوری آدم کشان ولایت فقیه هواپیما رو با 176 انسان بیگناه می سوزانن، هیچ کس جوابگو نیست. این حکومت ضد ایرانی باید به دست مردان و زنان فرزانه ایران برچیده شود به امید آن روز جلیل. چون اجازه ندارم اسم آقا جلیل رو نمیگم، ولی افتخار میکنم از این که این زندانی سیاسی که در شرایط بسیار خوبی در ایران زندگی میکرد، صاحب حرمت اجتماعی بود، البته الان هم هست، با چه تلاشی تونسته که محترمانه در صف مبارزان زندگی کنه، کار کنه و خانواده خودشو حفظ و اداره کنه و خودش هم همیشه فعال باشه. به هر حال برای رفیقم خیلی هم چی نکنم، تبلیغات نکنم، چون من و ایشون در ایشون که از من خیلی جوانتر هستن، در فکر چه میدونم میز و صندلی جدیدی برای خودمون نیستیم، همین صندلی بازنشستگی برای ما کافیه. در هر حال شرایط کشور در روزگار ما طوری شده که خوشبختانه بخشهایی از هنرمندان کشور ما، ما اونجا نیستیم، میزان وحشت رو نمیتونیم تشخیص بدیم، اونها این دیوار وحشت رو شکستن و 60 از هنرمندان گوناگون ما
در جشنواره فجر رو استعفا دادم که شرکت نکردم. این رژیم جنایتکار همونطور که اون نیما صفار روزنامه‌نگار رو مشغول قتل عمد شد، این قتل عمد، شما به یک بیماری غذا نرسونید، دارو نرسونید، پزشک نرسونید، مرتکب قتلی، حتی بدونی هیچ کاری کرده باشه، تو خیابون یک کسی افتاده باشه بهش کمک نکنی مرتکب جرم میشی، تعقیبت میکنه. حتی طبق قوانینی که تو کشور ما همین الان وجود داره، الان آقای نوریزا طبق اطلاعاتی که هم خوندیم هم به گوش ما رسیده، در شرایط جسمی بسیار بسیار بدی این آدم، 5 ماه در زندانه، مشکلات قلبی داره، فشار خون داره، اعتصاب غذا کرده، من نمیدونم تعداد روزاش، تا جایی که من یادم بود 50 روز بود، و آثار این اعتصاب غذا ویرانگره در بدنش، و کسی به دادش نمیرسه. رفته بودم اصلا با آقای حاشیه جوادی پیش باهری، وزیر دادگستری بود، من هم شاگردش بودم، من رو در دانشگاه حقوق میشناخت، یه خورده حسابی هم با من داشت، هر وقت من میدید کید نگاه میکرد، چون ما دانشجویان عضو جبهه ملی وقتی این وزیر شد از کلاس اخراجش کردیم. در سال 57 آقای حاشیه جوادی 2 زندانی بودن که یکیشون کشته شد، یکیش هم الان توی آلمان، حالا اسمشم اسم این یکی فراموش کردم، اسم اون یکی یادم از اون یکی بود، آقای رحیمی فکر میکنم که خمینی کشت. اینا حساب غذا کرده بودن و ما مطلع شده بودیم. آقای حاشیه جوادی نامه‌ای به من داد، من بردم پیش دکتر باهری، اونجا خیلی مراقبت نمی‌کردن، من خوشبختانه تونستم وارد اتاق وزیر بشم، پیرن آستین کوتاه داشتم، عرض کنم حضورتون که کراوات نداشتم، مثل وکلای دیگه لباس مرتبی نداشتم، مرتب چرا دیگه، لباس مرتب بود، اونطور وکیلانه نبود، کفشم عرض کنم کفش کتونی بود، شلوار لی بود، پیرن آستین کوتاه بود. آقای وزیر که من میشتم با عصبانیت گفت با این لباس بیای پیش من، تو که منو با من اینجوری بی احترامی میکنی، چجوری سپهبد فخر مدرس، سپهبد فخر مدرس فکر آخونده کشتنه، رئیس دادرسی ارتش بود، حرف منو گوش میکنه، این نامه رو آوردی من چیکار کنم؟ تو وزیر دادگستری هستی، ریاست کل زندان ها رو داری، اگر این آدم کشته بشه تو قاتلی. ناچار شد که هلیکوپتر بفرسته، بازرس بفرسته، قضات دادگستری بفرسته، کرمانشاه هلیکوپتر بفرسته و بتونن اینها رو به هر حال به حرفای اینها رسیدگی کنن. حالا من از همینجا به رئیسی اطلاع میدم که علاوه بر جنایاتی که باید تک تکش رو باید جواب بدی، تو و علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و برادر سلیمانی که رئیس زندانهای تهرانه، استان تهران، بیه که این برادرش اونجاست، عرض کنم که از اولین اشخاصی هستید که در صدمه زدن به این مرد، به جان این مرد مبارز شرکت دارید. در همین زمان ما میبینیم که کودکان رو گرفتن بردن به این کودکانی که در آبان ماه دستگیر شدن رو گرفتن، تعداد، البته اینا اعلام میکنن 116 هستن ولی تعدادشون قطعا بسیار بیشتر از اینه، برای اینکه در شهرستان ها هم زندانیان کودک داریم. به هر حال 116 تا رو فرستادن در تهران، به کانون اصلاح خودشون اعلام میکنن 116 تا، به نظرم باید بیشتر باشه. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش پرورش میگه دانش آموزان بازداشتی باید پاسخگو باشن. پاسخگوی چی؟ این آقا با اینکه لباس پاسداری تنش نیست، اعمال پاسدارا رو میکنه و جنایتی رو که به وسیله وزیرش انجام میشه که باید از حقوق این بچه ها دفاع بکنه،
از اون جنایت، برای این جنایت کی درست میکنه؟ برای اون جنایت توجیه حقوقی درست میکنه. من نمیفهم چجوری مثلا بچه رو که در سن بلوغ نیستش و در یه جمعیتی رفته شرکت کرده جرمی مرتکب نشده، تو چطور میگیری میبری زندان؟ به پدر مادر این چی جواب میدی؟ حالا صحبت بیش از 10,000 زندانی و هزارها زخمی رو الان نمیتونیم بکنیم، برای اینکه نمیدونیم کیو کشتن، کی زنده است. ولی سلیمانی قاتل رو، قاتل سلیمانی رو میگیرن، عرض کنم این نشگردونی میکنن. در من هیچ وقت نخوندم، هیچ وقت ندیدم، هیچ وقت نخوندم که یک کسی رو مثلا به 8 شهر با امکانات عجیب غریب ببرن برای سینه بزنن. به هر حال اون سینه زدن ها جوابش رو دانشجوها امروز دادند. اینجوری نیست که این مردم از 40 شما بترسن. همون موقعی که شما 40 درست میکردین، آبان هم داستان عرض کنم حضورتون قهرمانیه، آبان رو مردم داشتن در خیابون‌ها نشون میدادن. فاصله‌اش خیلی زیاد از هم دور نبود. حتی مردم عراق هم شما جرأت نداشتین، گفتین برگردین و دیگه کسی حق نداره بره، مرزها رو بستین. بنابراین من امیدوارم که این خامنه‌ای به خاطر حفظ بچه هاش و نوه هاش و زن و بچه هاش که گناهی ندارن معمولا، بره خونه دکتر ملکی برس بشینه. میگن استعفا باید بده، بره استعفاشو بده به دکتر ملکی، از دکتر ملکی امان نامه بگیره برای خودش و برای همدستانش، امان نامه بگیره تا مملکت اقلن اینا اینو مثل صدام حسین نکنن، مثل قذافی نکنن، برایش یه محاکمه تشکیل بدن و بتونه حداقل اون بخشی از اقوامش که در این جنایت دخالت نداشتن، فقط با این همخون هستن، اینا نجات بده. در هر حال این جنایتکار روزی که اتفاق میزنن، هواپیما رو میزنن و هنوز دلیلی بر غیر عمد بودنش من پیدا نمی کنم. البته من نمیخوام بگم عمده ها، برای اینکه من اسناد و پرونده اینا، ولی اگه جرم غیر، اگه عملی خطا بود و اشتباه بود و اینا، چرا میپوشونینش؟ چرا آثار جرم قایم میکنیم؟ خیلی راحت اون هم اونوز میگفتین آقا اشتباهاتی اتفاق افتاد، اشتباهات اداری اتفاق افتاد که میبایستی که هواپیماهای غیر نظامی رو درخواست بکنیم که پرواز نکنن، حالت جنگیه، ولی این اشتباه انجام شد و همچه اتفاقی افتاد و ما عذرخواهی میکنیم و میگه. ولی چرا میپوشوندنش؟ برای اینکه هنوز اون جوونی که من دیدم، حالا اسمش هم یادداشت نکردم، ازش باید معذرت بخوام، آدم دانشمندی بوده، رفته نشسته حساب کرده، کار خیلی جدی انجام داده و گفته که به ضرس قاطع گفته، اولی فکر کنم اولی آدمی هم بوده، با بی بی سی صحبت کرده بود، به ضرس قاطع گفته نه اینجا یه جسمی خورده و آثاری که وجود داره معنیش این. در هر حال همون روز خامنه‌ای برمیگرده از شهید عالی قدرش قاتل سلیمانی، اشاره میکنه میگه 2 نقطه غم انگیز امروز داریم. یکیش عرض کنم که کشته شدن قاتل سلیمانی، یکی دیگه این 176 نفرن میگن که جلاد بر قربانی خودش بنشینه و چنین نمایش مفتزهانه رو انجام. بعدا بگم من خبر نداشتم،
تو غلط کردی فرمانده کل قوا هستی، غلط نداشتی، خبر نداشتی. یادمون هستش که یعنی همه مردم هستن، همه میدونن که وقتی که دولت آمریکا زد اون هواپیمای غیر نظامی رو، 290 نفر از هموطنان بیگناه ما رو بر اثر خطا کشت، اولا عذرخواهی کرد، اعلام کرد عذرخواهی کرد، بعد هم رفت تو دعوا و خسارات خودش رو، خسارات هم اینو نشستن با آخوندا سازش کردن و آخوندا اون پولا هم گرفتن، فکر نمی‌کنم به این فک فامیلای این اشخاص داده باشن. در هر حال که سابقه داشت خامنه‌ای برگشت گفت میگویند اشتباه کردیم، این جمله شو من یادداشت کردم، میگویند اشتباه کردیم، غلط کردید، اشتباه کردیم. اشتباه کردیم یعنی چه؟ حالا کار به جایی رسیده که حشمت الله فلاح رئیس کمیسیون امنیت مجلس میگه دروغ بزرگیست، لاپوشانیست. بعد هم خود اینها، این یکی از این نمایندگان مجلس برگشته گفته نباید اجازه پرواز میدادن، منظورش اجازه پرواز به هواپیماهای غیر نظامی بود، میگویند دیر مطلع شدن، اشتباه بزرگ دیگری، دیر مطلع شدن یعنی خامنه دیر مطلع شده. کثیف‌تر از این کار نمایندگان رژیم در مجلسه. اینا باید یه روزی به مردم ایران جواب بدن. آمدن بعد از این که فرمانده سپاه میاد میگه که من یا ما در این مورد مرتکب اشتباه شدیم، مجلس حمایت قاطع میکنه از سپاه پاسداران. کدوم سپاه پاسداران؟ خودش میاد میگه من اشتباهاً مرتکب غلط شدم. وجه این که در عرض کنم که ارفاق‌آمیزترین روش اینها رو سرزنش میکردن و اینها رو به دادگاه نظامی معرفی میکردن، آمدن از سپاه، حمایت قاطع از سپاه پاسداران. بعد هم کثیف‌تر از این، این که این قضیه رو میندازن گردن آمریکایی ها، همه شون هم میندازن، از جمله روحانی توی پیامی که میفرسته میشه در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا، تو چرا فضای ارعاب و تهدید بود؟ تو چرا پروازها رو، پروازهای سیویل رو، پروازهای کشوری رو چرا ممنوع نکردی؟ درست همون روزی که اینها میان اعلام میکنن که این جنایت بر اثر عمل اینها بوده، همون روز هم روزنامه جمهوری اسلامی و هم روزنامه کیهان صحبت از جنگ روانی آمریکا میکنه که یعنی آمریکایی‌ها این کار کردن. بسیاری از اشخاصی که میگن این کار کار خودشونه، میگن آقا، این آقا میگه ما میدونستیم، اون یکی میگه کار کار آمریکایی است. یعنی سیاست تبلیغاتی اینها با عملی که کردن با هم هماهنگ بوده. حالا ربیعی میاد میگه نه، خطا یه چیز دیگه است، دروغ گفتن یه چیز دیگه. خب تو دروغ گفتی و بعد هم لو رفتی، اسناد پیدا شد، آمدین گفتین که ما خودمون اینو اعلام بکنیم. داره چی صحبت جنگ روانی آمریکا. یک کسی هم به اسم آقای پارسایی که یکی دوتا اظهار نظر درست هم کرد یا
جز همین نمایندگان مجلسی هستش که احتمالا همین سپاه رو هم حمایت کرد. برگش گفتش که معلوم نیست این آقای عابدزاده رئیس هواپیمایی کشوری به چه دلیل قبل از اینکه تحقیقات بشه اظهار میکنه، میگه که این حرفا نمیدونم حرفای غلطی، حرفای دروغیه. در چنین شرایطی یک وکیل دیگه ای از این مجلس که باز هم به احتمال خیلی زیاد عضو فراکسیون خود امینا هستش، هم فراکسیون گوناگون یکی عمل میکنن، میگه که این اشخاصی که میگن نشده چنین چیزی، این جمله شد نقش تکنولوژی های مدرن، علی نجفی خوشروی عضو کمیسیون امنیت مجلس، نقش تکنولوژی های مدرن در راست آزمایی پیرامون سقوط هواپیما رو دست کم گرفتن و حالا دانشجویان قهرمان ما در تهران، همدان، اصفهان، کرمانشاه، سمنان نوشتن، یزد، سنندج، کرمان، ساری، بابل، رشت، قزوین، آمل، دانشگاه امیرکبیر، علامه طباطبایی، بهشتی، مشهد، در دانشگاه مشهد، در پلی تکنیک، دانشجویان صنعتی شریف و مردمی که در خیابان حافظ امروز فعالیت می‌کردند، اینها اساس و پایه اقتدار ملی ما هستند. این اشخاصی که عرض کنم خودشون رو به سیاست‌های خارجی گره میزنن، یادشون باشه درست در زمانی که اینا آخوندها رو تهدید میکنن، اینا نمیدونم رئیس شخص دوم مملکت قاسم سلیمانی بدبختی رو که بیچاره، حالا بگم بدبختی بیچاره واقعا، خب اگه این بنا بودش الان شده بود یک معمار از تو این 30-40 سال به کلی ثروت شد و بساز بفروش بودش، یه چیزی میشد. حالا این تیکا تیکا کردن، پاره پاره کردن، واسه عرض کنم حضور تو چرا؟ برای اینکه رفت توی دستگاه جنایتکاری و اینا قربانی خرافات و تعصبات احمقانه شد و بعدم حرص و طمع ناشی از قدرت و پول. راجب پول که دفعه گذشته عرض کردم، همین خزعلی که رفت اونجا کل خودشو نشون داد، با آقای الویری که شهردار تهران بود آمدن تو تلویزیون گفتن همسر این آدم 12 تا پرونده بسیار جدی خلاص تخلفات داره، تخلفات مالی داره، قوه قضایی هم رسیدگی نمی کنه. ولی خود این هم میره اونجا چهره واقعی خودشو نشون میده. وقتی سوال میکنن که چطور تو ردیف اول راه میدن، خب همه ما رو میشناسن دیگه، من با بچه های رهبر رفیق بودم، همه من میشناسن، من میام اونجا و رفتم. توی این گرفتاری ها ما میبینیم یه آدمی مثل بهمن نیرومند برمیگرده به چنین جنایتکاری، برمیگرده میگه که عرض کنم این از ایران دفاع کرد، چه کرد فلان، این حرفا. من تصور میکنم که آدم وقتی به یک قدرت عقلیش کم شده بود خودشو بکشه کنار، و اینو من تو جبهه دموکراتیک با من نیرومند میشناختم، از همه ما رادیکالتر بود، گاهی از دست رادیکالیزمش خسته میشدیم. حالا رفته اون بساط چی رو درست کرده، اسمش چیه، بساط اصلاح طلبان را انداخته توی آلمان به کمک حزب سبزش، که بعدش هم بیاد به چنین جایی برسه یه چنین جنایتکاری رو راجع به فتوحاتش صحبت کنه و بعد بگه که از مملکت دفاع کرده. من خیلی ممنونم همینجا از آقای حنیف نژاد عزیز که پاسخ مناسبی به این آدم دادن، ولی من تصور میکنم گاهی آدم که متوجه میشه قوای عقلیش ضعیف شده، بهتره به یه گوشه نگفتن رو تمرین کنه. یه عمری گفتی کافیه، حالا وقت نگفتنه، خوبه آدم گاهی ساکت بشه، خیلی خوبه. خیلی من سپاسگزارم به عنوان یک ایرانی
از اینکه مقامات گوناگون کشور کانادا در این مصیبت عظیم روی زخم‌های همه ما به ویژه خانواده‌های داغدار تا جایی که میتونستن، چه مقامات دانشگاهی، من دیدم یکی از رؤسای دانشگاه‌ها چقدر غمگین بود، بغض کرده بود، چه در مراسم گوناگونی که برای یادبود این اشخاص حضور پیدا کردن و ما این همدردی و همراهی رو به فال نیک میگیریم و برای دوستی تاریخی مردم ایران و کانادا از شما سپاسگزاریم. کار شما کار بسیار شایسته ای بود. خامنه ای جلاد که اعتراض میکنه، یادش باشه که دولت اوکراین و دولت کانادا عزا اعلام کردند، ولی خامنه ای نمیذاره مردم عزاداری کنن، خانواده ها رو تحت فشار قرار میده که بیاین ما برای شما خط میگذاریم. من فکر میکنم که وقت زیادی ندارم، آرزو دارم که یک بار دیگه از دانشگاه ها که معرفی کننده و مظهر وجدان ترقی خواهانه جامعه ایران هستند، با تکرار شعارهاشون در اینجا شعارهاشون رو بگم که چقدر این شعارها شعارهای درست و قابل احترامیه. قانون اساسی، رفراندوم، مرگ بر دیکتاتور، کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم، استعفا کافی نیست، محاکمه لازم است، مرگ بر دروغگو، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، سپاه جنایت میکنه، رهبر حمایت میکنه، فرمانده کل قوا، استعفا. عرض کنم که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، فریاد از این همه بیداد. 1500 کشته آبان ماست، مایه ننگ ملت، سپاه بیکفایت، غلط کردی دروغگو. بترسید، ما همه با هم هستیم. ننگ ما، صدا و سیمای ما، جمهوری اسلامی نمیخوایم. سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن. به من نگو فتنه گر، فتنه تویی، ستم گر. تو تانک فشفشه، آخون باید گم بشه. سپاه بیلیاقت، عامل قتل ملت، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن. حکومت اسلامی نمیخوایم. سلیمانی قاتل، رهبرش هم جاهله. عرض کنم که به نیروهای سرکوبی هم اینها حمله نمی کنن. فقط اینها رو با بیشرف به هم نشون میدن و این بیشرف ها هستن که با گروله پاسخ میدن. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دانشجو، بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایید. ببخشید، دانشجوی بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایید. عزاست امروز، ایرانی با غیرت صاحب عزاست امروز. البته این شعارها بخش مهمیش رو مردم در جاهای گوناگون گفتن و اینها انتخاب کردن از میان اینها. من در همینجا خوبه که این جمله خیلی خوبی رو که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، پسر رفسنجانی، من نمیدونم چرا این نمیگه هاشمی رفسنجانی، و نوشته بدتر از شلیک صحوی، شلیک عمدی به اعتماد مردم است. خیالش راحت باشه که هیچ کس به این قاتلا، از جمله به پدرش و فرزندانی که در راه اون پدر هنوز هستند، عرض کنم حضورتون که اعتمادی نداره. در تهدیدایی که میکنن، خانم رخشان برای اعتماد رو تهدید کردن، ظاهرا خانه سینما تسلیت گفت و سلامی آمده گفته که دلایلی که این کار انجام شد این بودش که ما میخواستیم
این تیاره آمریکایی رو، عملیات نظامی اون رو می‌خواستیم قبل از تدفین قاتل سلیمانی انجام بدیم. توی این صحبت‌هایی که داریم می‌کنیم، یک امری که اتفاق افتاده و من آرزو دارم که همه ما توجه کنیم این هستش که سعی کنیم تا جایی که میتونیم اخبار رو با وسواس بیشتری بهش برخورد کنیم. من دیدم یکی از همین تلویزیون ها که چه میدونم مثلا 200 نفر نگاهش کردن، کلیکش کردن، حدوداً 180 اضافه بوده یا یه خورده بیشتر بوده. به هر حال یه چیز زده بود که فرار علی خامنه ای از شرق الاوسط، میگه که این فرار کرده با 2 فرزندش و مملکت داده دست مشتبه و بعد هم رهبر ایران فرار کرده است، بذارید پیداش میکنید. بعد هم یکی دیگر از اینها برگشته گفته که حالا همین ها نوشتن یا همین تلویزیون چیه ایران تیوی آمده یه خبر دیگه ای رو نوشته که این خبر خیلی واقعا غیر حرفه‌ای تهیه شده. خبر عبارت از این هستش که این سلیمانی جنرال شوارسکوف، پسر همون شوارسکوف معروفیه که پدرش در کودتای 28 مرداد بوده، مستشار جنرال بوده، پدرش مستشار آمریکایی ژاندارمری بوده در ایران 70 سال پیش کودتای 28 مرداد شرکت کرده، پسرش هم نظامی بوده، شوارسکوف جنرال بوده و فاتح عراق بوده، فرمانده نیروهای در عراق بوده. این نوشتنش که در جلسه که این آقا شرکت داشت، 2-3 جنرال دیگه هم میمیشه در فلان ناو و در یه ناوی نشستن و اینها، تصمیم گرفتن که خیلی راحت سلیمانی را درخواست کردم از سپاه که سلیمانی رد کنید که ما بتونیم با هم سازش کنیم و سلیمانی رو نکشتن، سلیمانی زنده است روی این. و بعدم کلی تفسیر میده که چقدر این خبر خوبی. من به دلیل اینکه پدر این آدم رو میشناختم، خود این آدم رو میشناختم، این آدم تو تهران درس خونده بودم، این جنرالی که این آقا میگه که در چی بوده، در اون ناو آمریکایی بوده، این آدم 6-7 سال پیش مرد، فکر میکنم سال 2012 مرد. ببینید چقدر اخبار جعلی رو میکنن. تازه این خبرم از یک خبرگزاری اوکراینی ذکر میکنن که این شخص توی این معاملات بوده. و اینه که ما فکر میکنم بایستی خیلی در استناد به اخبار به عقلمونم بیشتر مراجعه کنیم و این حرفا رو تکرار نکنیم. یه خبر دیگه هم که بازم همین این نوشته بود، این بودش با خوشحالی اعلام کرده بود که سال آینده 2020 یک پیشگوی هندی گفته که خامنه ای در بیمارستان به وسیله پسرش خفه میشه، پسرش خفش میکنه توی بیمارستان. و 300,000 نفر کلیک کرده بوده که به این چجوری خفه میکنه. اینه که من امیدوارم اشخاصی که دنبال کلیک میگردن یادشون باشه که این دامن زدن به اخبار جعلی بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. این بی‌اعتمادی و دروغ رژیم رو رسوا کرده و ما بایستی کاری بکنیم که آبرو و حیثیت اپوزیسیون رو در نزد مردم حفظ بکنیم. و اگر چنین ادعاهایی داریم کمتر، یعنی تا جایی که میتونیم دقت کنیم که کمتر حرفایی بی اساس بزنیم. نمیتونیم مثلا 100% چی باشیم بگیم ما میتونیم کاملا فیلتر کنیم، نه، به هر حال دستمون در میره. ولی به نظر من این قبیل این 3 خبری که دادم در این مورد خاص میتونه نمونه باشه برای اینکه ما دقت بیشتری در این زمینه باید انجام بدیم. بریم یه خورده 4-5 دقیقه هم من در مورد مسائل منطقه صحبت کنم. در مورد مسائل منطقه بعد از این که آقای ترامپ نپذیرفت اولتیماتوم یا دستور مجلس پارلمان
قراقرو و گفت که من اینجا آمدم باید قرارداد داشتم، اینجا سرمایه گذاری کنم، باید این سرمایه گذاری رو بگیر من برم. بعد هم متوجه میشیم که سنی ها و کورت ها رأی ندادن و آرایی که به دست اومده آرایی هستش که نه این که من بگم این آرا غلطه، ولی این آرا دوباره اگر بخوام دموکراتیک، اینا میگن دموکراسی دموکراتیک از این حرفا، در کشوری که نیروهای امنیتی آدم میکشن صحبت دموکراسی رو میکنن، عرض کنم نیروهایی که باید امنیت به مردم بدن امنیت رو میگیرن مثل ایران، این اشخاص قواعد فرمی دموکراسی میخوان رعایت کنن که البته باید رعایت بشه، ولی بلافاصله این کشور دوباره قیچی خواهد شد بین سنی و شیعه و کرد. بنابراین ما هممون یادمون باشه که این مفهوم شهروند در از انقلاب فرانسه اساسی برای شهروندی ایجاد کرده. شهروندها رو نمیشه قیچی کرد و بر اساس زبان و نمیدونم عادات و آداب و لباس و مذهب و اینا نمیشه، باید تبدیل میشه مملکت به عراق امروزی یا لبنان. اینه که همه اشخاصی که به آینده ایران فکر میکنن بایستی به فکر حفظ حقوق شهروندی باشن، که البته از این حقوق شهروندی همه آزادی ها هست، از جمله آزادی دینداری یا دین نداری، از جمله آزادی در تعلیم و تربیت و فرهنگ. در هر حال این مصیبتی که فعلا در کشور عراق هست ناشی از قانون اساسی شونه که جامعه رو سه تیکه کرده، شیعه، سنی، عرض کنم که کرد. و الان هم که میبینید این تصمیمه تو آسمون باقی مونده برای اینکه نمیتونه. کار دیگری که در هفته گذشته اتفاق افتاده و به نظر من عجیبم نیست، عرض کنم کاری هستش که با سفیر انگلیس شده. سفیر انگلیس برای همدردی رفته به یک تظاهراتی، حالا من محلشم یادم نیست کجاست، رفته در اونجا و سفیر رو دستگیر کرده. البته رژیم از دستگیر کردن سفیر اینها حرفی نداره، خود اینا هستن، خود انگلیسی ها هستن که به اینا راه میدن که اینا سفیر رو بگیرن. عرض کنم شاعر بزرگوار باش صحبت میکردم، به من توجهی داد و گفت بابا این آخوندها خیلی چیان رحیمن نسبت به انگلیسی ها. گفتم چرا؟ گفت 400-500 سال قبل، 400 سال قبل در زمان شاه سلطان حسین، عمر آقا ایلچی عثمانی در دربار شاه سلطان حسین بلایی سرش آوردن که این بلا اصلا غیر قابل گفتن استش. من میخوام به سفیر از همینجا به سفیر انگلیس ازش خواهش بکنم که شما اون وضعی رو که کاشتید در قضیه سلمان رشدی و همشه و شهروند خودتون رو تنها گذاشتید برای اینکه بتونید معامله کنید، همینی که دور امروز دستگیر میکنن، برو به مترجم سفارت بگو رستم التواریخ رو بیاره ببینه چه بلایی سر عمر آقا ایلچی آوردن در دربار شاه سلطان حسین و شاکر باش شما بودید، شماها هستید رهبران اروپایی، شماها هستید که اسرار میفرستید، جک اسرار میفرستید، فیشر رو میفرستید، یوشکا فیشر رو میفرستید، اون وزیر خارجه فرانسه رو میفرستید، آقای دو ویلپن رو میفرستید با اینها سازش بکنه، با اینها رفاقت کنه، در حالی که هنوز که هنوزه توی همین ضعف آخوندها حتی اینا حاضر نیستن که بگن این فتوا مثلا مربوط به آقای خمینی بوده. چی اول شد اون فتوا دیگه الان عمل به فتوای مرده در ما بهش اعتقاد داریم یا نداریم. در هر حال یکی از شعارهایی رو که توی چی میدادن توی واسه سردار نوشته بودن، سردار قاتله نوشته بودن، سلیمانی نوشتن سردار، سردار دلها، آرام بخواب ما بیداریم. من همینجا یادم افتاد این شعار به خواب ما بیداریم شده یه شعار تاریخی، اینا هم بیدارن. بعد این بیداری رو دانشجویان در سراسر کشور
این بیداری رو به اینها گوشزد میکنن و من میدونم دیر و زود نداره و ارز کنم سخت و سوز نداره، دیر و زود داره، 40 سال طول کشیده. من امیدوار هستم که این مردم ایران به خصوص در شرایط فعلی که منفعت مردم ایران برای سرنگونی این هاست و منفعت صلح و امنیت ابتداءً کشورهای مسلمان نشین و همسایگان ما در خاورمیانه و بعد هم صلح و امنیت جهانی رو تهدید میکنه، این به وسیله که در عرض کنم تقویت داعش های گوناگون از شباب بدونم انواع و اقسام از اینا تو این بار حزب الله نمیدونم چیه جهد الاسلام لشکر اسلام نمیدونم از این حرفا، اینا امنیت جهانی رو تهدید میکنه و ما منافعمون با همه مردم جهان گره خورده برای نابودی این رژیم جنایتکار. و امیدوارم که ما ایرانیان خارج کشور حداقل وظیفه‌مون رو نسبت به مردم که در با دست خالی در مقابل این جنایتکاران ایستادن در امنیت اروپا بتونیم صدای اینها رو منعکس کنیم و تلاش‌هایی رو که برای جلوگیری از صفاکی‌های ولی فقیه میتونیم انجام بدیم انجام بدیم. تصور میکنم که از حوصله شما استفاده کردم و امیدوارم که این دوست عرب کانادایی که آقای بهبهانی مشخصاتشو احتمالاً می‌نویسند و درخواست کرده آقای محمد فتیح فکی که از اعراب ساکن کانادا هستش و گفته که برای همراهی و همدردی با این خانواده ها تلاش بکنیم، اولا خودش کمک کرده، یک صندوقی درست کرده و درخواست کرده که دیگران هم کمک بکنن، ایرانی های عزیز، ایرانیان خارج کشور، به این کاری که به نظر من بیشتر جنبه سمبولیک داره، دوستی بین ما و اعراب، برخلاف اونایی که خیلی افتخار میکنند و خودشونو میچسبونن به کوروش و داریوش و فوش میدن به همسایگان ما، ما نشون بدیم که از استقبال میکنیم از این تلاش، این ابتکار و این رو باعث تقویت دوستی و تشدید دوستی بین ایران، ایرانیان و همه مردم از جمله با همسایگانمون و به ویژه با اعراب تأکید کنیم که در این ابتکار شرکت بکنیم و برای همه شما آرزوی امنیت، تلاش برای مبارزه، اتحاد مبارزه پیروزی شعار ماست و برای شما هم روز و شب خوشی رو آرزو می کنم. خدا حافظ شما.